خب بریم سراغ مثال در واقع 32 از مبحث انتگرال. قرار در این مثال ما انتگرال آی من مساوی است با انتگرال x تقسیم بر رادیکال فرج 3 x به توان 2 منهای 1 دی x رو به دست بیاره. من فرض میکنم که u من برابر باشه با x2 منهای 1، یعنی در واقع دارم از روش تغییر متغیر اینجا استفاده میکنم. اگر از طرفین این تساوی خودم دیفرانسیل بگیرم، دی یو من برابر خواهد بود با چی؟ 2x دی x. به عبارت دیگه x دی x من میشه چی؟ میشه دی یو دوم. خیلی خب، این پوینت اول من، نکته اول من، این هم چی؟ اینم پوینت دوم یا نکته دوم من. بر اساس نکات 1 و 2 میخوام انتگرال خودم رو بازنویسی بکنم. آیا من برابر است با انتگرال x دی x؟ خیلی خوب، چرا؟ چون اینجا توی نکته دوم اینجا دارم بهش برابر است با دی یو تقسیم بر 2 تقسیم بر فرج 3 x2 منهای 1، که اینجا هم من در نکته اول فرض کردم که این عبارت برابر با u هست. خیلی خوب، پس حاصل انتگرال من به این شکل ساده سازی شد، دی یو دوم در صورت و رادیکال u فرج 3 در مخرج، یعنی 1/2 انتگرال u به توان منفی 1/3 دی یو. خیلی سریع ریویو میکنم، به خاطر دارید که از قبل هم چندین بار استفاده کردیم، انتگرال x به توان n دی x برابر است با x به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1. کاندیشن ما این بود که حتما باید n مخالف منهای 1 باشه، که اینجا هم اتفاقا هست. بنابراین این ریویو رو من اینجا استفاده می کنم، مساوی است با 1/2 یو به توان منهای 1/3 به علاوه 1 میشه 2/3، مخرج من هم 2/3، بنابراین میشه 3/4 یو به توان 2/3. فرض ما چی بود توی قسمت 1؟ فرض ما این بود که آقا جان من، یو من برابر است با x به توان 2 منهای 1، پس اینجا مساوی است با 3/4 x به توان 2 منهای 1 به توان 2/3 به علاوه 3، که در واقع مقدار ثابتی هست که من اینجا دارم ازش استفاده می کنم و تمام.